سلام و عرض ادب به بینندگان عزیز، در خدمت شما هستم با اخبار شیعیان در افق پانوراما. آستان مقدس علوی فعالیت‌های 13مین دوره هفته جهانی قدیر را همزمان با نزدیک شدن به عید قدیر خم از روز جمعه گذشته آغاز شده و تا جمعه هفته آینده ادامه دارد. حیدر رحیم رئیس بخش رسانه عتبه مقدس علوی در جمع اصحاب رسانه اعلام کرد فعالیت‌های 13مین دوره هفته جهانی قدیر از روز جمعه 1 تیر 1403 آغاز شده و تا جمعه آینده 8 تیر 1403 ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به تنوع فعالیت‌های 13مین دوره هفته جهانی قدیر گفت این فعالیت‌ها به 100 مورد می‌رسد که مهمترین آن برافراشتن پرچم قدیر برای نخستین بار در 40 شهر از جمله 20 شهر عراق و 12 کشور جهان در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای شمالی است. وی درباره همایش بین المللی قدیر گفت همایش بین المللی قدیر با مشارکت 100 مقاله پژوهشی دانشگاهی درباره امیرالمومنین علیه السلام و واقعه قدیر برگزار می شود. در این همایش پژوهشگرانی از یمن، ایران، کنیا، فرانسه و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی عراق شرکت می‌کنند. رئیس بخش رسانه آستان مطهر علوی تأکید کرد در 13مین هفته جهانی قدیر جشنواره بین‌المللی آواز انتعلی با مشارکت بیش از 50 شاعر و خواننده از کشورهای اسلامی و عربی علاوه بر شاعران و خوانندگان عراقی برگزار می شود. آماری که خبرگزاری فرانسه با استفاده از داده‌های ارائه شده توسط کشورهای مختلف انجام داده نشان می‌دهد که تعداد کشته شدگان مراسم حج در عربستان سعودی از 1000 نفر فراتر رفته است. مراسم حج امسال در زیر گرمای شدید این کشور برگزار شد. یک دیپلمات عرب روز پنجشنبه 31 خرداد به خبرگزاری فرانسه گفت که 58 مورد دیگر به شمار قربانیان مصری این مراسم افزوده شده و تعداد شهروندان این کشور که در مدت حج در عربستان کشته شده اند به 658 نفر رسیده است. به گفته وی 630 نفر از این افراد مجوز رسمی برای زیارت نداشتند. لازم به ذکر است حج امسال حدود 1.8 میلیون زائر در آن شرکت داشتند. عربستان گرمای شدیدی را تجربه کرد به گونه ای که دمای هوا در مسجد الحرام واقع در شهر مکه به 52 درجه سانتیگراد رسید. به نوشته یک خبرگزاری فرانسه سالانه 10000 نفر از سراسر جهان بدون داشتن مجوزهای لازم و بدون رعایت سهمیه بندی تخصیص یافته به کشورها سعی می کنند در مراسم حج شرکت کنند. اکثر زائران مصری که کشته شدند از بین این افراد بودند. گفتنی است در میان قربانیان شهروندانی از مصر، اردن، اندونزی، ایران، سنگال، تونس و کردستان عراق نیز هستند. مسلمانان هند پس از انتخابات سراسری ماه گذشته که در آن حزب نارندرا مودی نخست وزیر هند نتوانست اکثریت مطلق پارلمان را به دست آورد در مورد آینده خود احساس امنیت بیشتری می کنند و این امر باعث شد تا با احزاب دیگر ائتلافی تشکیل دهد. قبل از انتخابات رسانه ملی نگرانی عمیق مسلمانان را گزارش کرده بودند، اما اکنون بعد از اینکه مودی نتوانست اکثریت مطلق آرا را در پارلمان کسب کند مسلمانان احساس آرامش می کنند. گفتنی است از آغاز اولین دوره ریاست جمهوری مودی در سال 2014 مسلمانان مورد هدف سطح بی سابقه ای از تحقیر، محرومیت از حقوق و وحشیگری چه توسط مقامات دولتی و چه غیر دولتی قرار گرفتند.
اما اکنون بسیاری از ناظران سیاست هند بر این باورند که حزب ملیگرای هندو نمیتواند از طریق سیاستها و لفاظیهای خود مانند گذشته تهاجمی و آشکارا مسلمانان را هدف قرار دهد. مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر حذف موضوع حقوق زنان و دعوت نشدن زنان در نشست دوحه را تکان دهنده خواند. در همین راستا تیرانا حسن با انتقاد تندی گفت حذف زنان خطر مشروعیت بخشی به طالبان را به دنبال دارد و به اعتبار سازمان ملل آسیب جبران ناپذیر وارد می کند. این سازمان حقوق بشری میگوید با وجود نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان که منجر به جدیترین بحران حقوق زنان در جهان شده است، دریافته که هیچ بحثی درباره زنان و حقوق آنها در نشست دوحه وجود ندارد. این سازمان بر اساس گزارش‌ها گفته که هیچ زنی از افغانستان برای شرکت در این نشست دعوت نشده است. مدیر اجرایی این سازمان با انتقاد شدید از عملکرد سازمان ملل برای برگزاری نشستی با حضور طالبان اما بدون گنجاندن حقوق زنان در دستور کار یا حضور زنان افغانستان آن را تکان دهنده خواند. از سوی دیگر طالبان نیز گفته که طبق دستور کاری که سازمان ملل با این گروه در میان گذاشته، موضوعات مورد بحث در نشست دوحه بر بخش‌های خصوصی، مالی، بانکی و مواد مخدر متمرکز خواهد بود. و خبری از پاکستان. بر اثر انفجار بمب در شمال غرب پاکستان، 5 نفر از نیروهای ارتش این کشور کشته شدند. روابط عمومی ارتش پاکستان طی بیانیه اظهار داشت خودروی نظامیان در حوالی صد واقع در منطقه کروم از توابع ایالت خیبر پختونخوا هدف انفجار شدید بمب کار گذاشته شده در کنار جاده قرار گرفت. در بیانیه ارتش پاکستان آمده است که در پی انفجار امروز 5 نفر از نیروهای ارتش جان خود را از دست دادند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار بمب در شمال غرب پاکستان را بر عهده نگرفته است. گفتنی سرتش پاکستان اظهار داشت پاکسازی منطقه برای از بین بردن تروریست های حاضر در منطقه در حال انجام است و عاملان این اقدام شنی به دست عدالت سپرده خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با گسترش گرسنگی و بیماری، گورستان‌های سودان مملو از قبرهای تازه می‌شوند. این تلفات نشان می‌دهد که گرسنگی و بیماری تلفات فزاینده‌ای را به همراه دارد. در همین راستا منابع رسمی فهرست‌های دست‌نویس اسامی کشته شدگان اردوگاه آوارگان کالما در منطقه دارفور سودان را نگه می‌دارند. یکی از مقامات سودان اظهار داشت هر روز فهرست‌ها طولانی‌تر می‌شوند و روزی نیست که نام کودکی در آن ذکر نشود. تنها در یک دوره 2 هفته‌ای در ماه می 28 کودک در لیست کشته شده‌ها ظاهر شدند که علت مرگ را سوء تغذیه و بیماری نامیدند. در پایان گفتنی است گورستان‌ها در این کشور به سرعت در حال گسترش در سایر نقاط منطقه دارفور هستند، منطقه‌ای که توسط جنگ بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی که کشور را فرا گرفته است ویران شده است. و در اردوگاه آوارگان زمزم که اکنون صدها هزار نفر زندگی می کنند، گورستانی در لبه جنوبی آن تأسیس شده که در نیمه اول سال 2025 حدود 3 برابر سریعتر از نیمه دوم سال گذشته گسترش یافته است. سازمان جهانی بهداشت WHO از افزایش ابتلا به وبا در چندین منطقه جهان خبر داده است که از ابتدای سال جاری تا کنون تقریباً 195 هزار مورد ابتلا و بیش از 1900 مورد مرگ در 24 کشور گزارش شده است.
منطقه مدیترانه شرقی بیشترین تعداد موارد ابتلا را گزارش کرده و پس از آن آفریقا، قاره آمریکا و منطقه جنوب شرق آسیا و منطقه اروپا قرار دارند. در همین راستا آژانس بهداشت سازمان ملل اعلام کرد که ذخایر جهانی واکسن‌های خوراکی وبا OCV خود را تا پایان ماه مارس تمام کرده است. گفتنی است با وجود افزایش 5 میلیون دوز واکسن خوراکی وبا، با این حال عرضه واکسن با تقاضای آن برابری نمی کند. در همین حال WHO گزارش داد که از ژانویه سال گذشته 16 کشور 92 میلیون دوز واکسن وبا درخواست کردند که تقریبا دو برابر 49 میلیون دوز تولید شده در زمان مشابه سال قبل می باشد. و ما خبر آخر، انتظار می رود که انرژی خورشیدی 20% از برق جهان را در اوج گرمای تابستان در نیمکره شمالی تولید کند. طبق گزارش یک اندیشکده مستقر در لندن، انتظار می رود انرژی خورشیدی در گرمای تابستانی نیمکره شمالی حدود 1/5 برق جهان را تولید کند. بنابر گزارشات اندیشکده انرژی امبر، 21 ژوئن اوج گرما و طولانی ترین روز در نیمکره شمالی و زمانی است که زمین بیشترین نور خورشید را دریافت می کند و انتظار می رود در آن روز 20% از انرژی برق برای خنک کردن از تبدیل انرژی خورشیدی باشد. گفتنی است در سال 2023 به طور متوسط روزانه 2 میلیون پنل خورشیدی در سال گذشته نصب می شد که دو برابر رقم سال 2022 می باشد. اندیشکده امبر کلیمیت تخمین می زند که اتحادیه اروپا بیش از دو برابر سهم خود در انرژی خورشیدی را افزایش می دهد و در ژوئن به 20% از کل انرژی خورشیدی می رسد که از 17% در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. این گزارش در ادامه می افزاید، انتظار می رود ایالات متحده و هند سهم خورشیدی بسیار مشابهی در ژوئن 2024 داشته باشند. سپاس از همراهی شما با خبر پانوراما. شب بخیر.